دوستان خوب رفقای گل با دیروز فراوان ما رفتیم رستوران استانبول توی منچستر، هول شدم جب گرفت 7 دادم بهش، 5 هم زیادش بود، من پس میگیرم اونو. یکی از دوستان گفتش اونجا چرا رفتی تو ترکیه میخوای بخوری بعد اینجا، اسمش چیه؟ گوکیزو. گوکیزو یه رستوران تو شمال لندن، بعد الان میخوام ببینیم چی خودشون پیشنهاد میکنن بخوریم جگرمون حال بیاد، چی دارن چی ندارن، در خدمت خواهم بود. امیدوارم مگسی، حشره‌ای، خزنده‌ای، چرنده‌ای، گزنده‌ای چیزی تو غذاشون پیدا نشه. دوستان میشینی این ستا میاد جلو، یعنی نون میده، ماست خیار میده با سالاد سبزیجات، این اصلا هست با دیفولت. نونش هم چه بویی داره دلتون نخواد، تازه مشتی ردیف، سبزیجاتش هم اصلا پلاسیدگی توش نداره. این واسه شروع قضیه، هر کسی از ما نپرسیده چی میخواین چی نمیخواین، اینو همین هست کلا میای تو اینو، یعنی میشه بیا اینجا بشینی اینو بخوری باشی بری، اینم میشه. دوستان از اتاق فرمون اشاره کردن پاچه سوپ اینجا قشنگ خوبه، مری معده روده رو نرم و گرم میکنه که شما بتونی غذا رو هل بدی تو بدون درد و خونریزی. یه سوپ مقوی با سس تند به نام پاچه سوپ که توش ماست و اینا هم داره به شدت پیشنهاد میکنم برای دوستان آشنا سایر واسطگار. من اینو تو ترکیه زدم، قبلا هم تو لندن زده بودم، خیلی سوپ خوب و خوشمزه ایه. بفرمایید تو رو خدا. این تیکه های گوشت پیش داره، سس فلفل، خیلی خوشمزه، شیک مجلسی. به به، تشکر. اینم که لحمجونه دیگه، نیازی معرفی نداره، دوستان میدونن، به جای دوستایی که سمت آنتالیا رو شخ زدن. اینه، این برای آغاز بود، بزنیم نمره بدیم بریم سراغ خوراک اصلی. خب بعد نرم میکردی این سوژوک اینجوری زمخت بره پایین. گفتم سوژوک بازم تو قبلی گفته دارم خیلی سوسیس خوشمزه و خوبی دارن با حموس میدن، پیش خوراک خوب و گرم، مشتی، ردیف، لذیذ. اینم مزه سرده با کوسکوس، درست همون کوسکوس معروف میگم، ذهنتون میاره پرتگاه اسمش اینه. این نمیدونم چیه راستش بخواین، حالا تفتیش در میارم، اینم که همون حموس دیگه. شما یه لحظه اگه اجازه بدین من همین الان سرپایی یه تست بزنم بهتون بگم داستان چیه. عجب چیز مریضیه، با بادمجون تشکیلات زدن نگم برات، یه چیز مایه میرزا قاسمی خودمون فقط اخورت نداره با رب انار و اینا. بفرمایید. خب اینی که من سفارش دادم، منتظر باش، اسمش بود سرما کوزو بیتی. سرما کوزو بیتی چیه؟ میگه گوشت چرخ کرده مرغ با سیر و تشکیلات رو روی زغال میپزن، لای نون لواش میپیچن، با پنیر و روش هم سس گوجه فرنگی میریزن و با ماست و تشکیلات و بلغور، یعنی بلغوره سرو میکنن. خب برای آغاز ما اول لای اینو واکنیم ببینیم چه خبره، لای کبو ببینیم چه خبره. خب خب مغز خب خوب خوده، اگه این کبابه اونی که اون شب ما اونجا خوردیم چماقه، خیلی خوب خوشمزه. آها یه سری غذا میشه خان ببخشید مزایای ما میشه شما غذا خودتونم بگیرین. اینم هستش، اینم با ماست و گوشت و تشکیلات و ایناست، اسمش هستش اسکندر کباب نبود، این آدانا بود. آدانا چای مونده. یه گورتل کوزوشیش. آره. یه گورتل کوزو، اینم با نون و تشکیلات و روغن و ماست و فلفل و تو شنجه داره ولی. آره. خدایی خوشمزه است، نرمم هست گوش میشتش. ببین من چشی گفتم الان امتحان میکنم، نگید نخورده گفت نرمه. آه. دلتون نخواد جاتون خالی، عجب غذایی داره. تا یخ نکرده بزنیم با ادامه سر خدمت رو خواهم. بفرم. Thank you. Is it کنوفی؟ کنوفه. 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 یه دسر ترکیه خیلی شیرین، کنافی، کنافی، یه هم چیزایی خلاصه نمیتونم بگم،
ما دفعه قبل باقلوا زدم. ببین دارم با دسرای ترکی آشناتون میکنم رفقا. نگید امید رفت تک خوری کرد. من هر جا میرم دیدید که دنبالم اینه. مثلا بدون شما گلون پایین نمیره. همون رشته خوشگار رو برداشتن یکم ترش کردن. بستنی مالیدم روش. بفرمایید. بستنی رو سر توش داغ دهن کامپیوز میشه گیج میشه الان ترک بخورم بسوزم هوار بکشم اینو نمیدونه ولی حس جالبیه چایشون هم نمیدونی یه طعم جوشیدگی داره ما تو ایران چای اینجوری برای کسی بریزیم استکان نلبکی تو سرمون خورد میکنم ولی برای ترکا باید اینجوری باشه یه مزه جوشیدگی هم میده و خیلی هم چی کمک کسی اینجا رستورانه گوتیزو نمره 9 به راحتی میگیره 10 هم گذاشتم اگه از اینجا بهتر رفتیم بدم خیلی کارشون درست بود هرچی اینجا خوش گذاشت یعنی هرچی تو استانبول بد گذاشت اینجا خوش گذاشت اونجا کلاس زیستم برامون باز کرده دادن تو استانبول مثلا مگس تو دوغ میتونه درمون بیاره میدونی خودش آزمایشی بود ولی اینجا نه فقط به غذا رسیده کردن دستشون درد نکنه بفرمایید درو خودتون